نن د ښوونکي ورځ وه. دا ورځ به هر کال په پلازمینې کابل او په نورو ولایتونو کې په شور او ځواک سره لمانځل کیدله، خو تر ډیره دغه ورځ اوس مهال له دې اړخ څخه کمرنګه وه چې اول دا چې په لومړي سر کې له لومړي تر شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځیو ته تللي وو، له اووم تر دولسم ټولګي پورې چې نسبتا دغه کمکي ځوانان شمیرلی کیږي او تر ډیره لیواله دي چې دغه ورځې په شور او ځواک سره ولمانځي. د نجونو په برخه کې دوی حضور نه درلوده، خو دا چې هلکان په بېلابېلو مکتبونو کې هم وه خو هغسې پر رنګه نه وه لکه څنګه چې په نورو کلونو کې لمانځل کیدله. دا ورځ په داسې مهال لمانځل کیږي چې ښځینه ښوونکي لا هم په خپلو کورونو کې دي او له اووم ټولګي څخه تر دولسمه پورې نجونې هم په خپلو کورونو کې دي او د زده کړو اجازه ورته د اسلامي امارت په راتګ سره نه ده ورکړل شوې. اساسي پوښتنې اوس مهال دا دي چې د دغې ورځې پیغام څه کیدلی شي ښوونکو لپاره، همداراز مسؤولو چارواکو لپاره، حال دا چې ښوونکي له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي، څه باید وشي د دوی په وړاندې؟ غواړم په ټوله کې په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. له آغلی سهار ساحل د ښځو د حقونو له فعالې سره چې همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل ده. آغلی ساحل سلام او وخت په خیر، ستړي مه شي. ډېره زیاته مننه، کور مو ودان. غواړم په لومړي سر کې نن د ښوونکي ورځ وه او له دغې ورځې څخه نمانځنه شوې ده، خو په ډېره کمرنګه توګه. څه فکر کوي اساسي لاملونه څه دي چې دغه ورځ په لومړي سر کې په کمرنګه توګه ولمانځل شول، او بله دا چې ډېری ښځینه ښوونکي لا هم په خپلو کورونو کې دي او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي، څه باید وشي؟ ما در قدم اول باید روز معلم به تمام معلمای عزیز تبریکی بگویم و بدون شک هر سال بسیار مجلل تجلیل میشد از این روز. امروز بدبختانه در بعضی مکتب ها تجلیل شد، در بعضی ها نشد، که ما خود ما برنامه داشتیم با بعضی از مکتب ها. البته برنامه ما قسم از این نبود ما از روز معلم تجلیل کنیم، قسم که شما گفتین، چون ما شاگردای مکتب داریم که اصلا شش به بالا در خانه هستن، استادای داریم که در خانه هستن، حتی نان خوردن نداره، و ای اگر ما از این روز بسیار مجلل تجلیل میکردیم بر ما واقعا یک شرم بزرگی بود. وقتی که استاد ما نان نداره ما بیایم با اونا روز شانه تجلیل کنیم. خب ما یک برنامه اعتراضی داشتیم، البته قسم که شما در جریان هستیم، ما از روزی که امارات اسلامی آمده برنامه های خود داشتیم و همیشه برنامه ما سرکوب شده. به همین دلیل ما برنامه خود تغییر دادیم که بر روزهای متفاوت، مثل که روز معلم امروز بود، ما قسم اعتراض آمیز از روز معلم تجلیل کردیم. و بدبختانه که ما بسیار متاسف هستیم که پیام از یک استاد شنیدم که بر ما میگن که بر ما روز معلم تبریکی ندین، بر ما نان بدین، ما گشنه هستیم. یعنی واقعا جای تاسف است و خواهش ما از امارات اسلامی است، اگر میخوان که حکومت دائمی داشته باشن، مثل که همیشه همی پیام ما بوده، باید به با استادا اجازه بدن، چون هر استاد یعنی یک فامیل حمایه میکنن، مثل که اونا در خانه هستن و دخترایی هستن که وقتش است که باید اینا درس بخونن، ما با اونا زمینه سازی کنیم با فکر هوشه که چون نوجوان هستن، ما شما صفحه 7 8 9 دخترای نوجوان هستن تا سن 12، باید با اینا زمینه سازی بکنیم اگر بخوایم کشور ما باشه که اینا در تعلیم و تحصیل یعنی سرگرم باشن. اما بدبختانه از وقتی که گروه طالبان حضور پیدا کرده در افغانستان، اینا همیشه به این فکر است که چرا ما مکتب نمیریم. قسمی که اونا اگر یعنی در جامعه اگر مکتب ها برشان باز نشن، یک قسم عقده ای میشن و در مقابل جنس مخالف خود مرد هستن عقده ای کلان میشن، که بر همگی جای تاسف است. بله، خو عقلی ساحل څومره باورمندی هستی چې دغه انتظار به په لنډو کې پای مومی او همداراز ښځینه زده کوونکو او ښځینه ښوونکو ته به اجازه د دې ورکولی کیږي تر څو دوی یو ځل بیا ښوونځیو ته وګرځي، او دغه ورځ لکه څنګه تاسو یادونه وکړله چې دوی د دې غوښتنه کوي چې زموږ ورځ مل منځئ، موږ ته باید ډوډۍ راکوي، یعنی واقعا در داوره مسله ده دغه، او څه فکر کوي چې تر کله به دوام مومي او هغه ژمنې چې د اسلامي امارت کړي دي دا به سرته رسوي؟ خب بدون شک ما امارات اسلامی گروگان گرفته وظیفه و وظیفه و مکتب و پانتون دختراره، البته در حد خواهش من نمیفهم چقدر صدای ما را میشنون، چقدر اون در صورت که اونا ما را اصلا جنس ضعیف فکر میکنن. بازم ما از طریق رسانه های شما برشان میگم که اگر اونا میخواین حکومت دائمی داشته باشن، باید به مو حقوق زن احترام قائل شون، چون ما قشر بزرگ جامعه را این خانما تشکیل میده. اگر اینا میان حقوق از اینا رو نادیده میگیرن، به صدای ما لبیک نمیگن، چون صدای ما تا امروزه که
جریان داره. بعد از یام تا روزی که ما جواب خود نگیریم، تا روزی که دروازه مکتب باز نشه، پانتونا باز نشه، به دفتر خانم و خانم ما سر کار وظیفه خود نره، بدون شک صدای ما خاموش نیست. صدای ما از طریق رسانه ها یا از طریق اعتراضات یا از هر طریق دیگه که باشه، ما میخوایم به گوش گروه امارات برسانیم و همچنان به گوش جامعه جهانی. و جامعه جهانی هم باید دیگه به جدی بگیره، چون با هر روز که تیر میشه، ما شما دو سال از درس و تحصیل اولادای ما عقب ماندن، چون کرونا بود و قرنطین بود و بعضی گپای دیگه. اما بدبختانه کرونا و همه چی گذشت، امروز امارات اسلامی اجازه نمیده که دخترها به مکتب به درس خود برن، که واقعا جای تاسف است. و هیچ کس، ما شما اگر مطالعه داشته باشیم از دین اسلام، از امو 1400 سال پیش، وقتی که ما میبینیم که هر زنی که بوده در دوره اسلام که ظهور کرد، خانم ها در خط اول بودن، کار کردن، و در قرآن شریف هم بر خانم ها آمده که باید درس بخوانن، تحصیل داشته باشن و کار داشته باشن. اما بدبختانه من نمیفهمم که گروه طالبان چی به بهانه گفتن، میخوان که میگن ما مثلا کار میکنیم سر از این که خانم‌ها به کدام طریق باید مکتب برن، چه قسم باید پنتون برن. مگر ما در 20 سال گذشته که فامیلا یا می دخترایی که میرفتن مکتب، پنتون یا معلم بودن، اینا مگر اسلام نبود؟ اسلام ما نه ظهور کرده؟ یعنی ما درس و تعلیم داشتیم، دیگر کشورها را وقتی که ما ارزیابی میکنیم هر روز ترقی میکنن، پیشرفت دارن. اما بدبختانه افغانستان با آمدن امارات، به دلیل از اینکه اینا خودشان گفتن به خاطر ما جهاد کردن، بله خواهر ساحل، باید ساحل آرامی اینا و درس و تحصیل دخترها یا پخته نده. هغه دا چې که اوس مهال موږ او تاسو وګورو، دا ښوونکي له ورځې سره هم مهاله دا پاسپورټ د ویشې ادارې هم خپلې چارې پیل کړې، چې دلته ښځینه کارکوونکو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلو دفترونو ته راشي او چارې مخته یوسي. همداراز له دې څخه مخکې د عامې روغتیا وزارت کې ښځینه او ډاکترانو او نرسانو ته اجازه ورکړل شوې، د هوایي ډګر کارکوونکو ته اجازه ورکړل شوې. یعنی دوی د وخت غوښتنه کوي چې په تدریجي توګه باندې د ښځو حقونو ورکړې لپاره دوی ژمن دي، خو لږ باید انتظار وویستلی شي. څه فکر کوي چې دا بهانه بللی شي، دا چې نه په عمل کې رښتیا هم دوی ګامونه پورته کړي دي او هیلې یې پیدا کړي چې بالاخره ښځینه به په بېلابېلو برخو کې په کار او زده کړو باندې بوختې شي؟ خوب، البته تحلیل ما است، اما گپ ما تحلیل شخصی ما است. تا جایی که من فکر میکنم طالبان یک نوع گروگانگیری کردن، چون جامعه جهانی فوکس کردن سر از اینکه خانم ها باید مثلا به تحصیل و تعلیم خود ادامه بدن، مکاتب باز شوند. اینا به دلیل از اینکه جامعه جهانی را میگن که اینا را به رسمیت بشناسن، و جامعه جهانی از اینا خواهش داره که اول شما باید مکتب ها را باز کنید، پانتونا را باز کنید، و خانم ها عادی با وظیفه خود برگردن، دوباره اینا رو به رسمیت بشناسن. یک نوع در بین از این گروگانگیری بین جامعه جهانی و بین طالبان، خانم ها مسئولین متعلمین یا معلمین، اینا حقشان پایمال شده، سوخته. باز هم میگم اینا هر از گروه طالب هر کسی که بس میکنن، میگه در چارچوب اسلام. بدون شک افغانستان مملکت اسلامی است، ما همه ما مسلمان هستیم. زنایی که حق خود میخوان، حق یک دختر غربی را نمیخوان، حق یک دختر آمریکایی جای دیگر نمیخوان، حق را که در قرآن شریف باز تکرار میکنم برشان ذکر شده، حق اولی است، مثلا حق درس است، تحصیل است، تعلیم است، کار است، میخوان که برشان داده شوه که دوباره باز هم میگم این نسلی که ما شما داریم، نسل از این نیستن که اگر با اینا جوابگو نباشیم، با اینا قناعت نتیم، دروازه را باز نکنیم، دروازه های مکتب و دانشگاه اینا چه بیشترن تظاهرات ها، یعنی صدا بلند کردن هزار طریقی باشه، رسانه اجتماعی، رسانه های دیداری شنوندهی، همشان اینا صدا بلند میکنن. اما چی خوب میشه؟ هر چی زودتر، هر چی خوبتر گروه امارات همی کار کنن، مکتب ها را باز کنن، دانشگاه را باز کنن، تا باشه که اینا به جهانیان اینا را بشناسن و ما بتانیم به اون فکر و ذهن آرام خود بتانیم به درس و تعلیم ادامه بدیم، چون یک قشر جامعه ما هستیم. اگر اینا من ما نادیده میگیرن، بدون شک یک قشر جامعه اینا فلج ساختن و حکومت از اینا پایدار و دائمی نمیباشه. بله خب، اوس محل بیا هم تردیره د طالبان اسلامی امارت تمرکز باید پر کوم اړخ وکړي؟ دا چې د ښځینه ښوونکو لپاره هم د تدریس اجازه تر دې مهاله نه ده ورکړل شوې، له شپږم ټولګي څخه پورته او همداراز په بېلابېلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي په کارونو باندې بوختې وي. دواړه اړخونه باید متوازی مخ ته لاړ شي. دا چې نه، د پوهنې بهیر ته باید جدي پاملرنه وشي، ځکه چې دلته زده کوونکي له زده کړو بې برخې کېږي او همداراز ښوونکي هم په ناچیزه معاش باندې کار ترسره کوي. بله آغلی ساحل که آواز می لره، اینو پا لندو تو که غوارم چه تمرکز باید تردیر در پوهنه پا برخه کیوی، ادا چه نه در دولتی در رو پا کارونو.
بدون شک هر دویش مهم است، چون اما معارف یک ستون محکم یک مملکت است. اینا باید اول، من نمیم که دیگر ادارات فعال نسازد بدون شک، فقط اجازه بدن وزارت معارف، چون ما شما شاهد از این هستیم که وزارت معارف دخترایی که مکتب میرن امون لباس سیاه و چادر سفید است، اونا چیز اجازه از این ندارن که مثلا فیشن داشته باشن، آرایش داشته باشن یا لباس دیگی بپوشن یا دیگران، که ما اینجا بیایم یک نوع چه قسم بگویم یک نوع بهانه گیری کنیم که بگویم باید باشیم ما با اینا طرز عمل تهیه کنیم. بدون شک وقتی که اداره دیگه درس مثلا کار خود شروع کردن، بدون هیچ کدام جار و جنجال، هر چیز زودتر باید دروازه های مکاتب باز کنیم تا دختران به مکتب و به درس خود ادامه بده، چون باز من تکرار میکنم اینا نسل نو هستن و اینا یک نوع اگر از آل در فکر از اینا ای بیاید مثلا در مقابل ما عقده‌ای میشن، بسیار عقده‌ای کلان میشن و جنس بعد از این شاید مردا را به چشم حقارت ببینن و ممکنی که در دل و در مغز از اینا میمانن از امارات دوباره نمیتونن کم بله دیر زیاد مننه کم آقل ساحل چه دیر کم وقت پر واقعی لرو انشالله پراتنون که بحثونو که بیا هم پروند و مسئلو تاسل زان سر رو لرو کور ودن.